بیش از 76 هزار نفر جانشان را به خاطر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. یعنی 76 هزار داستان دردناک برای خانواده و نزدیکان. یکی از آنها خواننده است که با آهنگ‌های شادش معروف بود و حالا عزادار از دست دادن دو برادر و یک خواهرش پس از ابتلا به کرونا است. مرتضی برجسته، خواننده از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای برجسته، خوش آمدید به برنامه. تسلیت بهتون میگم آقای برجسته. در وهله اول به ما توضیح بدید که کی با خبر شدید که خانوادتون بیمار هستند. والا اولین برادر من که در اثر کرونا نبود، سکته قلبی کرد و قلبش قرار بود عوض بکنن، یه مشکل قلبی داشت و درست به فاصله یک هفته بعد از فوت اولی اطلاع دادن که برادر دوم من کرونا گرفته و خودش هم به کادر اداری بیمارستان فیروزآبادی بوده و از اونجا گرفته، بستری شد در بیمارستان. بلافاصله بعد از چند روز به من اطلاع دادن که خواهر من هم در منزل حالش بد شده و منتقلش کردن به بیمارستان امام حسین، یک بیمارستانی بوده که نزدیک منزلش بوده. چند روز که از بستری شدن خواهر من گذشت، اطلاع دادن که برادر فوت کرد و خوشحالی من این بود که گفتن که خواهر حالش رو به بهبود هستش، یکم خوبتر شده، لوازمی لازم داشتن از خارج از بیمارستان، ما فوری براشون تهیه کردیم فرستادیم. احتمالاً با کمبود لوازم روبرو هستن، ولی خب ما لوازم رو تهیه کردیم فرستادیم. بعد از دو روز اطلاع دادن که خواهر هم فوت کرد. به هر حال روزهای بسیار سختی رو من میگذرونم. متاسفانه اشکالی که مملکت ما داره دروغ‌هایی که به مردم میگن و واقعیت‌ها رو عنوان نمی‌کنن برای مردم. بیمارستان هیچ وسیله نداشته. بیمارستان خدمات اولیه هم حتی خیلی سخت انجام میده. من واقعا از کادر بیمارستان، از دکترها، از همه مردم ممنونم که اینقدر فعالیت میکنن. اینا واقعا قهرمانهای این دوران ما هستن که در بیمارستان جونشون رو کف دستشون گذاشتن، پرستارها، دکترها، و فعالیت میکنن. ولی متاسفانه اونور قضیه رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که دولت و حکومت هیچ اهمیتی برای جون مردم مملکتش قائل نیست. آقای برجسته، میدونم که صحبت کردن براتون سخته و واقعا سپاسگزارم از اینکه در برنامه ما شرکت کردین. شما آخرین بار کی برادران و خواهرتون رو دیده بودین؟ والا من 40 ساله که از مملکتم دور هستم و تبعید اجباری هستم و نمیدونم چرا و هیچ کس به ما نمیگه که چرا ما تبعید شدیم، اصلا برای چی، چرا باید از خانوادمون دور باشیم. من 40 سال اونا رو ندیدم متاسفانه. موفق شدین که باهاشون در واقع قبل از اینکه به بیمارستان برن یا حالشون وخیم بشه صحبت بکنید از طریق موبایل؟ بله، من با خواهرم در تماس بودم، با برادرم در تماس بودم، مخصوصا با خواهرم که حتی بیمارستان رفته بود قبلش و بعدش که در بیمارستان بود یکم حالش رو به بهبود گذاشته بود. حالا نمیدونم کوتاهی بوده نبوده، به هر حال هرچی بوده، من خوشحالیم از این بود که این خواهرم که به هر حال حق مادری گردن من داشت، منو بزرگ کرده بود و خب از رفتنش کمر من رو شکست، کوتاهی شده بود و خیلی عجیبه. و من امروز یک ساعت پیش به من اطلاع دادن که با اینکه گفته بود دولت بیماران کرونایی رو هزینه‌ای براشون نمیگیره، حتی مثلا در بیمارستان‌های دولتی مخصوصا هزینه‌ای دریافت نمی‌کنن، ولی از اونا پول خواستن و گفتن که پول اتاق، پول وسایلی بدین، در حالی که ما وسایل هم براشون تهیه کردیم فرستادیم به بیمارستان،
پوشک میخواستم، وسایل بهداشتی نظافتی میخواستم، ولی الان با بلا فاصله که خاک سپاری تموم شده دیروز اطلاع دادن که باید هزینه بپردازیم. حالا مهم نیست که چقدر بپردازم، ولی آخه وقتی که ما نشستیم نسخه میپیچیم واسه مردم بشینید توی خونه هاتون، پس چجوری اینا زندگیشون رو تامین کنن؟ همه حتی اگر بخوام بمیرن باید هزینه بپردازن. آخه من نمیدونم کجای تاریخ یه همچی چیزی نوشته. آقای برجسته، وضعیت بقیه اعضای خانواده که در ایرانن چطوره؟ آیا امکانی داشتن که اصلا مراسمی برگزار بکنن، با هم باشن برای سوگواری؟ والا متاسفانه برای خاکسپاریشون که چند نفر بیشتر اجازه ندادن و اونام در فاصله بسیار دور واسطه بودن. متاسفانه البته من خودم معتقدم که نباید این مراسم گرد همایی ها انجام بگیره، به دلیل اینکه این زنجیرها باید این قطع بشه تا اینکه این کرونا نتونه ادامه پیدا کنه و از کسی به کسی دیگه منتقل بشه. مساجد، نمازهای جمعه و به هر حال این نوع مراسم سوگواری باید قطع بشه تا مدتی، ولی متاسفانه نه مردم متوجه عمق قضیه هستن و ابعاد قضیه رو متوجه نیستن که چقدر عمیق هستش و چجوری میتونه در عرض دو روز انسان‌ها رو نابود کنه و فوری از بین ببره. مردم باید متوجه باشن، ولی از طرف دیگه دولت باید کمک بکنه که مردم به خونه ها بشینن، حداقل معاششون رو باید تهیه بکنه. اگر که این حداقل معاش تهیه نشه، این بدبختایی که تو دست فروشی میکنن، کار آزاد دارن، شغل دارن، اینا چجوری شکم زن و بچه‌شون رو سیر بکنن؟ مجبورن بیان توی خیابونا، و وقتی که میان توی خیابونا این میکروب خب مسلما پخش میشه. ما در امریکا داریم زندگی میکنیم، الان اعلام کردن که برن مردم توی خونه‌شون بشینن. در اروپا هم در خیلی جا همینطور هستش، وقتی که اعلام میکنن برین تو خونه‌تون بشینین، نمیگن که برین خودتون رو بکشین تو خونه‌تون، که هزینه‌شو میدن. الان دارن هزینه بیکاری میدن به مردم، پول میدن، امکانات در اختیارشون میذارن که اینا توی خونه بشینن تا ریشه‌کن. آقای برجسته، عمیقا متاسفم بابت اتفاقی که براتون افتاده، براتون آرزوی صبر میکنم. ممنون از وقتی که به ما دادید. مرتضی برجسته.